خب سلام، جادی هم از جادی دات نت. یه مطلب نوشته بودم، بعد فکر کردم عکسش رو نشون دادن هم کار جالبیه، عکسش نه فیلمش. خیلی وقتا ما پی سی های خیلی قدیمی داریم که نمیدونیم بعد باهاشون چی کار کنیم، یا به دردمون نمیخورن و خیلی زیاد میمونن توی انباری، خاک میخورن و به درد نخورن. توی این تعطیلات اجباری و نیمه اجباری و البته غیر اجباری میتونیم یه همشون هم ترکیب شدن، میتونیم یه کار بامزه بکنیم. اونم اینه که تست کنیم نصب کردن لینوکس های سبک رو روشون. هم در واقع یه تجربه‌ای کسب کردیم، به خصوص لینوکس هایی هستن که برای آدمای حرفه‌ای هم تجربه جدیدی هستن، همین که یه ابزار قدیمی رو میتونیم باهاش زنده کنیم. همیشه وقتی از لینوکس حرف میزنیم برای کامپیوترهای قدیمی، از لینوکس های سبک، لوبونتو یکی از اولین چیزهایی که به ذهن آدما میرسه. لوبونتو در واقع لینوکس کاملا مدرن مبتنی بر اوبونتو، این در واقع شاخه‌ای از لینوکس هایی که همزمان با اوبونتو منتشر میشن، از دسکتاپ LXD استفاده میکنه که دسکتاپ بسیار 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 سبکتری است. همونجوری که از عکساش میبینین کاملا یه چیز تجربه مدرن، فقط دسکتاپ سبکتره. من خودم خیلی وقتا اگر بخوام لینوکس نصب کنم روی ماشین اصلیم هم لوبونتو نصب میکنم، چون سبک و سرراست و بی درد سره. نکتهش اینه که خیلی هم سبک نیست، یعنی اگر اون کامپیوتری که تو عکس اول بهتون نشون دادم کمتر از 1 گیگرم داشته باشه یا از پنتیوم 2 کمتر باشه، لوبونتو براش گزینه خوبی نیست. لوبونتو الان میگه حدود 1 گیگرم میخواد برای رفتارهای مرسوم. اگه بخوایم بریم پایین‌تر و تجربه های جدیدتر، لینوکس های دیگر هم داریم. مثلا پورتوس یکی از لینوکس های خیلی 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 باحال و بامزه با تجربه خوبه نصب کردنش. اولا که خودش میگه تو 15 ثانیه بوت میشه، حدود 300 مگ بیشتر نیستش، فکر میکنم مبتنی بر سلکور اگر اشتباه نکنم، اینجا الان چیزی نمیبینم. و نسخه های بامزه هم داره، یعنی مثلا مستقیما نسخه ای داره که برای نصب شدن روی کیوسکا استفاده میشه. شما میتونید یه دستگاهی درست کنین که فقط مونیتورش داشته باشه و یه کیبورد داشته باشه و استفاده ازش امن باشه، یه براوزر برای شما بیاره بالا مثلا. حالا در مورد اینکه با این لینوکس هایی که نبوت میکنیم چیکار میتونیم بکنیم، سعی میکنم یه ویدیوی کوچولوی دیگه درست کنم رو دیوایس های قدیمیمون و زندگی های خیلی هیجان انگیز و باحالی بهشون میده. شما میتونید باهاشون بازی های قدیمی رو بکنین که خب خیلی طرفدار دارن هنوز، از بازی های رتروی گرافیکی تا چیزایی مثل نت هک و اینا. میتونیم باهاشون یه LCD درست کنیم که تصویر مهمی رو تو خونتون نشون بده، میتونه آخرین عکس های اینستاگرام باشه، میتونه قیمت بیت کوین باشه یا هر چیزی، یا حالا در واقع مدل ماجیک میرورا و اینجور چیزها، و حالا ایده مختلف در حد اینکه ترمینال SSH، یه چیزی تو خونتون که بقیه تارو کنترل میکنه، یه کامپیوتر همیشه روشن که مثلا به عنوان مدیا استور استفادهش میکنین و بقیه چیزا. اما اگه بخواین از 300 میگم پایین تر برین، میتونین برین سراغ چیزایی مثل پاپی رو بذارین اول بگم. پاپی هم تو حدود 300 مگه، ولی یه لینوکس دیستریبیوشن کامل قابل استفاده است با یه مفهوم خاص. در واقع دیستروی متفاوت نیست الزاما، یه توزیع با رزه، چون خیلی واسه سات میبینن شبیه توزیع، میبینین که چقدر خوشگله. یه لینوکس تقریبا کامله با یک کلمه ابزار و یه جور ایده است که میتونه پیاده بشه رو انواع گنو لینوکس های دیگه. در نتیجه شما وقتی مثلا میرین برای دانلود، شما عملا میتونین پاپی داشته باشین که وقتی نصبش میکنین با اوبونتو بایونیک یک به یک باینری کامپتیبل، یعنی میتونین پکیج های اوبونتو رو روش نصب کنین، یا با رزبیان یا با سلکور، و اینا هر کدوم به شما تجربه یاد گرفتن یه چیز جدید میدن. پاپی میتونه بسیار قشنگ باشه و آدمایی هستن که سالهاست کامپیوتر حتی اصلیشون هم پاپیه، چون خیلی از سیستم ادمینا یا آدمای تو حوزه مختلف یه ترمینال میخوان، وی آی میخوان، کامپایلر میخوان، یا براوزر میخوان و این جور چیزها، پیچیدگیش کمه. ولی اگه بخوایم واقعا تجربه بیشتری بکنیم، میتونیم بریم سراغ چیزی مثل تاینی کور. تاینی کور همونجوری که از اسمش برمیاد تاینیه، خیلی هم تاینیه. بذاریم برم تو دانلودش، start installation، دانلودش کجا بود؟ اسکرین شاتاش که اینجاست که میبینین چقدر ساده است و در این حال تو محیط گرافیکیشه. آن دانلودز ببینین انقدر تاینیه که شما تو 11 مگ میتونین کوچیک تاینش رو بگیرین. کور از اینجا میاد، یه کور اصلیه که شما روش چیزایی که میخواین رو میچینین. سازهای بزرگتر هم داره، مثلا کور پلاس در واقع 100 مگه که کماکان بسیار 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 کوچیکه، ولی محیط گرافیکی داره، شما میتونین توش کارت شبکه‌تون رو یه ذره بشناسین و خیلی کارهای آسان‌تری بکنین اگه کامپیوتر این مدل داریم، مثلا کارت شبکه وایرلسه. پاپی ولی مثلا با حدود 300 مگش یه دیستریبیوشن کامل تقریبا با تمام ابزارهای روزمره‌ای که ما نیاز داریم. درنچه اینها میتونه
تجربیات بسیار خوبی براتون باشه برای ساختن یه لینوکس. البته چیزهایی مثل لینوکس فرام سکرچ هم هستن که در واقع الزاماً یک دیستریبیوشن قابل استفاده روزمره حساب نمیان، اما به شما یک کلمه چیز یاد میدن حین نصبش. و مطمئناً خوب از دوست قدیمیمون DSL هم بگیم که البته DSL احتمالاً دم اسمال لینوکس رو نمیاره. دم اسمال لینوکس یکی از جذابترین لینوکس های دورانی بوده که من لینوکس خیلی چی میگه هنوز هم خیلی دوست دارم، مال دورانی بوده که خودشم لینوکس رو یاد میگرفتم. یه DSL یه لینوکس بسیار کوچیکه زیر 50 مگه، ولی متاسفانه سالهای سالی که فکر میکنم خیلی اکتیو نیست. خوبش اینه که بعد از نصب عین دبیان میشد، در نتیجه استفاده ازش بسیار بسیار کار راحتی بود. فکر میکنم 4-4ش تقریبا مال بیشتر از چند سال قبله، در نتیجه الان خب کم استفاده تریم. امیدوارم که تجربه باحالی داشته باشین با لینوکس های کوچیک. اگه نظر شخصی منو میخواین پاپی رو تست کنید، منم خیلی دوستش دارم.